مگه نه در انگلیسی چی میشه؟ در واقع بچه ها مگه نه در گرامر زبان انگلیسی به اسم tag questions شناخته میشه. آیا tag questions ها رو بلدین؟ تا آخر این ویدیو همراه ما باشین تا تمامی tag questions ها رو با هم دیگه یاد بگیریم. سلام بچه‌ها، من میسا هستم و خوش اومدین به یک ویدیو خیلی خوب پرکاربرد در حوزه گرامر که توی این ویدیو میخوام بهتون مگه نه یا همون که بهتون گفتم انگلیسیش میشه tag questions رو یاد بدم که فوق‌العاده در صحبت‌های روزمره زیاد شنیده میشه و زیاد استفاده میشه. اما اگر که دکمه قرمز سابسکرایب روش کلیک بکنین و زنگوله بغلش رو هم بزنین، شما همیشه اول نفری خواهیم بود که ویدیوی ما رو می‌بینید، لذت می‌برین و کلی مطالب آموزشی خوب ازش یاد می‌گیرید. خب بچه‌ها، من یه سری جمله اینجا براتون نوشتم که می‌خوام تمامی tag questions ها رو تو قالب همین چند تا جمله‌ای که براتون نوشتم بهتون یاد بدم. این ور جمله ها رو خالی گذاشتم که همون مگه نه یا tag question رو با هم دیگه بسازیم. قاعده و قانون کلی ساختن tag question این هستش که ما تو جمله auxiliary verb یا modal verbمون رو پیدا بکنیم. بچه‌ها auxiliary verb و modal verbs شبیه همن، هیچ فرقی با هم ندارن. auxiliary verb ها کدوما بودن؟ افعال to be، اما is و are، do does، did، have، has، had، چه میدونم can، should، must، would، همه اینها میشن auxiliary verb ما در جمله یا modal verb ما در جمله. معمولا به can و could و should و would و must میگن modal verb، اسمشون رو عوض میکنن، ولی در عمل این افعال با auxiliary verb ها هیچ تفاوتی ندارن. اگر هم که براتون سواله که آقا auxiliary verb چیه، من تو ویدیوهای زیادی راجع به دو و داز، اما ایز و آر و غیره براتون صحبت کردم. اگه برین تو پلیلیست گرامرمون راحت میتونین این ویدیوها رو با توجه به عکسی که من براتون رو ویدیو گذاشتم پیدا بکنین. و من امروز دیگه نمیخوام بیشتر از این راجبش توضیح بدم چون تایم ویدیومون رو میگیره. پس قالب tag question ساختن در زبان انگلیسی با این auxiliary verb یا modal verb است. حالا نکته ای که وجود داره، auxiliary verbs میتونه تو جمله به صورت واضح اومده باشه یا میتونه وجود نداشته باشه. معمولا فقط در جملاتی که ما افعال اصلی داریم که از این گروه auxiliary و modal verb خارجن، افعال اصلی مثل speak، talk، swim، write، read، go، walk، این افعال افعال اصلی هستند و جز گروه auxiliary ها و modal ها نیستن. تو بقیه موارد شناسایی auxiliary verb ها و ساختن tag question it's easy peasy lemon squeezy، خیلی آسونه. بریم سراغ اولین جمله. You are a teacher. You are a teacher. تو معلمی مگه نه؟ You are a teacher. مگه نشو میخوام بسازم. چجوری میسازیم؟ دقت کنیم بچه ها. اولین کاری که میکنیم auxiliary verb همو تو جمله پیدا میکنم. الان auxiliary verb من اینجا کاملا مشخصه. Are هستش. Are اینجا auxiliary verb منه. پس step one, find out the auxiliary or modal verb. Step two, if it's positive, make it negative. اگر پازیتیف هستش، مثبت هستش، افرماتیف هستش، منفیش میکنیم. پس شناسایی کردم، حالا میبینم این مثبته یا منفی. مثبته، پس اون ور تو مگه نه باید منفیش بکنم. منفیش بکنیم، are منفیشی میشه aren't. و بچه دقت کنیم قبل از اینکه aren't رو بنویسیم یه کاما حتما داریم aren't. خب حالا این ور یه چیز دیگه باید داشته باشیم. بچه tag question از دوتا چیز ساخته میشن، auxiliary verb من تو حالت مخالف این، به علاوه یه فاعل جملم. فاعل جملم چیه بچه ها؟ فاعل همان چیزیست که جمله با آن شروع می شود. subject، subject هم چیه؟ you. تمام، دیدین چقدر ساده بود؟ you're a teacher aren't you؟ you're a teacher aren't you؟ تو معلمی مگه نه؟ این شد tag question. بریم سراغ جمله دوم. He's very busy. He's very busy. Step one, find out the auxiliary verb. Step two, make it negative if it's affirmative or positive.
اگر منفی مثبت کنیم، مثبت منفی کنیم. این الان دوباره مثبته. تمامی این چیزایی که من نوشتم بچا اینجا براتون مثبت هستش. چون دیگه قاعدهش رو یاد بگیریم، منفی هم راحت میتونیم بسازیم. خب منفیش بکنم. isn't. فاعلم چیه؟ he. تمام. کاما هم که یادمون نمیره. He's very busy, isn't he? اون خیلی سرش شلوغه. مگه نه؟ اون خیلی سرش شلوغه. مگه نه؟ So he is very busy, isn't he? حالا بیاین این حالت رو در نظر بگیرین که is منفی بود. He isn't very busy. خب فعلم isn't منفیه، پس اون ور بعد مثبت کنم. Is he? He isn't very busy, is he? اون خیلی سرش شلوغ نیست. هست؟ مگه نه؟ He is very busy, isn't he? He isn't very busy, is he? پس هر چیزی که اینجا بود بچه ها اون ور مخالفشه. مثبت منفی. اگه منفی بود این ور مثبت. Number 3. She was happy. She was happy. الان auxiliary verb من اینجا فعل to be بوده، اینجا هم to be بود دیگه، در قالب are صرف شده بود، اینجا در قالب is صرف شده بود، اینجا simple paste زمان گذشته ساده است و در قالب was صرف شده. اون خیلی اون خوشحال بود، simple past. پس اصلا مهم نیست که auxiliary verb من تو چه زمانی استفاده شده. اون خیلی خوشحال بود. شناسایی کردم چیکار میکنم؟ منفی مثبتش میکنم. الان این مثبت منفیش میشه چی؟ wasn't. wasn't she. فاعلم هم که she بود. wasn't she. بچه دقت کنین همیشه contraction میاده. Are not he, is not he نداریم. پس اینجا همیشه contraction form یعنی کوچیک شده داریم. Number 4. They were surprised. They were surprised. اونا سورپرایز شده بودن. Were. دوباره گذشته آره بچه ها. Simple past. دوباره میخوام منفیش کنم. این مثبته، منفیش میشه weren't. Weren't. فاعلم چیه؟ they. Weren't they؟ دیدین چقدر راحته؟ خب پس این در قالب زمانی که ما auxiliary verb رو به صورت واضح تو جمله داریم. بچه ها to be verb که همون am و is و are was و were هستش، همون جزء گروه و کتگوری auxiliary verb ها محسوب میشه. To be verb همون auxiliary verb ها یا modal verb های ما هستن. خب این از اینا. حالا بریم سراغ سه تا جمله بعد. تو سه تا جمله بعد من فعل اصلی دارم. ببینین you speak english، جمله هم simple present، مال زمان حال ساده است. بچه اگر زمان ها رو بلد نیستین، من تا حدودی بهتون توی پلیلیست گرامر این دوتا رو که کامل درس دادم میتونین بریم ببینین، یعنی هم simple past و هم simple present، simple past و اینا رو همه رو بهتون درس دادم، میتونین بریم ببینین. you speak english. اولی مرحله شناسایی فعلمه. خب آقا من شناسایی کردم فعلم اینجا speakه. میسا گفتش که افعالی مثل speak، walk، talk، say، چه میدونم buy، اینا جز افعال اصلی هم و جز auxiliary verb ها و modal verb ها نیستن. خب حالا من چجوری از این تک question بسازم؟ فقط گفتش که با auxiliary verb بسازین یا modal verb بسازین. بله بچه ها این فعل اصلیه، اما نکته ای که وجود داره، یادتونه در زبان انگلیسی توی این زمان حال ساده چجوری جمله رو منفی و سوالی میکردم؟ بهتون میگفتم فعل رو شناسایی بکنین و با توجه به فاعل auxiliary verb مناسبش رو بدین. الان بچه ها auxiliary verb مناسب speak با توجه به اینکه فاعلش you هستش do هست. do. پس do میشه اون چیزی که من برای تک کوئسشن اینور استفادهش میکنم. you speak english و جملم مثبته، پس منفی میکنم و فعل اصلی رو نمیارم. گفتم اینور همیشه فقط دوتا کلمه وجود داره. you speak english. خب گفتم auxiliary verbش چیه؟ do. جمله چیه؟ مثبته، پس میشه don't. فاعل you. don't you. you speak english don't you. تو انگلیسی صحبت میکنی مگه نه؟ حالا اگر منفی بود چی؟ What if it was negative? You don't speak English, do you? You don't speak English, do you? تو انگلیسی صحبت نمی کنی؟ می کنی؟ یا مگه نه؟ ببین حتی تو فارسی هم مثبت منفی می کنیم. تو انگلیسی صحبت نمی کنی؟ می کنی؟ اگر بخوایم اینجوری ترجمهش کنیم. بریم سراغ بعدی. پس این جمله simple present بود. Number 6. He studies Spanish. He studies Spanish.
جمله دوباره سیمپل پرزنت هستش. نکته ای که در زبان زمان سیمپل پرزنت برای هی، شی و ایت وجود داشت این بود که گفتیم برای افعال اصلی من همیشه از اس سوم شخص استفاده میکنم. چرا؟ چون هی و شی و ایت سوم شخصن، یه ذره لوسن، فعلشون با بقیه فعلای ضمایر دیگه فرق میکنه. یعنی اگر این باشه یو استادی، هی میشه هی استادیز، شی میشه شی استادیز. پس این الان استادیزه و سیمپل پرزنته. خب از طرفی هم بهتون یاد داده بودم که اگزیلری ورب مناسب سوم شخص در زبان زمان سیمپل پرزنت داز هستش. مثل اینه که به دو یه اس سوم شخص اضافه کنم، به دو اس سوم شخص اضافه کنم میشه داز. خب داز رو بنویسم. حالا این ور فعلم مثبته، پس باید منفی کنم. doesn't. فاعلم چیه؟ he. he studies Spanish, doesn't he؟ اون اسپانیایی میخونه مگه نه؟ he studies Spanish, doesn't he؟ حالا منفیش کنم، he doesn't study English. گفتیم does وقتی تو جمله میاد اسش میفته. he doesn't study in Spanish, does he؟ جمله بعدی، you studied for the test. You studied for the test. تو برای اون تست درس خوندی. فعلم چیه؟ studied. ایدی داره، زمان سیمپل پسته. خب سیمپل پست یه اگزیلری بیشتر نداشت. اون اگزیلری ورب چی بود؟ did. خب جمله مثبته، پس باید منفی کنم. didn't. بعد فاعلم چیه؟ you. didn't you? You studied for the test. didn't you? You studied for the test, didn't you? تو برای اون تست درس خوندی مگه نه؟ یا تو برای اون تست درس خوندی؟ نخوندی؟ خب باشه، فقط نگاه کنین اینایی که به تی ختم میشه و بعدش یو دارم صدای چ میده، نگاه کنین. didn't you, don't you, don't you. حالا یه ذره دیگه بخوام بهتون یه نکته نیتیو اسپیکر گونه تر درس بدم. بچه‌ها یو در زبان امریکن اکسنت تبدیل میشه به یا. don't you, don't you, didn't you? You studied for the test, didn't you? You speak English, don't you? Don't you? که حتی بعضی وقتا بچه ها اینجوری هم می نویسن تو قالب خیلی محاوره، وقتی مثلا تکس میدی به دوستات don't you؟ اینجوری هم می نویسن don't you؟ don't you؟ خب بریم سراغ جملات بعدی. You have studied business. You have studied business. تو بیزنس خونده ای. بچه این زمان present perfect هستش، زمان حال کامل که هنوز نخوندینش، ولی که ببخشید خوندین، بهتون درسم تو پلیلیست گرامر هست، تو پلیلیست گرامر هست، بریم میتونین پیداش بکنین. قالب ساختار جمله رو بهتون دیگه نمیگم چون واقعا از هیته درس خارج میشیم، ولی اگر نمیدونی اون ویدیو رو ببینید دیگه کامل میفهمید. الان you have studied، من دو تا فعل دارم، auxiliary verb و فعل اصلی. الان auxiliary verb من چیه؟ have. دقیقا مثل همون امویز و آروازو بره. الان you have studied business، بخوام بگم مگه نه؟ have منفیش میشه haven't و you haven't you؟ haven't you or haven't you؟ you've studied business, haven't you؟ They had arrived before he left. اینو هنوز بهتون درس ندادم. این past perfect، زمان گذشته کامل. They had arrived before he left. اونا رسیده بودن وقتی که اون پسر خونه رو ترک کرد. یعنی اول رسیدن بعد اون خونه رو ترک کرده. خب they had arrived. الان بچه auxiliary verb به من میشه had. بخوام تگش کنم hadn't چون مثبته و they فاعلش هم که they. فاعل ذیه. They had arrived before he left. Hadn't they? Hadn't they? بچه دقت کنیم پرونانسیشن رو. این به تی خط شده، این با تی شروع شده. نمیگم hadn't they، میگم hadn't they. Hadn't they. نوک سق، زبون به سق، بین دوتا دندون. Hadn't they? They had arrived before he left. Hadn't they? نمبر که نمیدونم چند چون شماره نزدم. بعدی دیگه از جواب خیلی آسونه. She will pass the exam. اون اگزمشو پاس میشه، پاس خواهد شد. آینده ساده است بچه. Will آینده ساده. She will pass the exam. اون اگزمشو پاس خواهد شد. الان auxiliary verb من چیه؟ willه. جمله will داره، auxiliary verb داره، فعل اصلی، ولی من auxiliary رو میخوام. خب she will. منفی will بچه. Willens نداریم.
اینو نداریم. پس willens نداریم. منفی will میشه won't. Won't she؟ اون امتحانشو پاس میشه مگه نه؟ She will pass the exam, won't she؟ حالا فکر کنیم منفیش کنیم. She won't pass the exam, will she؟ اون ور مثبت میشه. بعدی You can or you could do it for me. You can do it for me. You could do it for me. اینا میشن مودال ورب بچه. الان will و can و could و اینا رو میتونیم بهش یه اسم دیگه هم گذاشتن مودال. در عمل هیچ فرقی با اینا دو داز و اینا نداره. خب you can بذار با can اول بگیم. اگه با can بگم منفی can میشه چی؟ can't. منفی could میشه چی؟ couldn't. خب پس الان من اینجا auxiliary verb هم پیدا کردم. can و could بود، مثبت بود، اونور منفی کردم. can شد can't، could شد couldn't. حالا فاعلم چیه؟ you. تموم شد. الان این دوتا جمله است بچه ها. من یکی نوشتم و اسلش زدم. So you can do it for me, can't you؟ تو میتونی اینو برام انجام بدی مگه نه؟ You could do it for me, couldn't you؟ تو میتونی اینو برام انجام بدی؟ نمیتونی. بچه can و could اینجا تفاوتشون فقط تو اینه که could یه ذره فرمال تره. بعدی she should or she must be patient. اون باید صبور باشه. should must به معنی باید که کامل راجبه بچه can و could، should و must، would، اینا راجبه اینا کامل ویدیو داریم. ما تو پلیلیست گرامر بریم پیدا کنیم ببینید اگر ندیدین. الان should و must بچه میشن خود مودال وربمون. she should منفیش میشه چی؟ shouldn't. she must mustn't. mustn't نمیگیم ما بچه ها. must mustn't. must mustn't. mustn't نمیگیم. mustn't و she. she should be patient, shouldn't she? she must be patient, mustn't she? حالا اگه منفی بود she shouldn't be patient, should she? she mustn't be patient, must she? اون بر مثبت میشه. و آخری you would like a new job. you would like a new job. would الان میشه auxiliary verb. من منفیش میشه wouldn't. و you wouldn't you or wouldn't you. یه شغل جدید میخوای مگه نه؟ you would like a new job, wouldn't you? you wouldn't like a new job, would you? اوکی؟ پس این بر مثبت باشه منفی. حالا بچه ها دو تا نکته میخوام بهتون بگم. حواسا به من، حواسا به من، حواسا به من. اگر من جمله بچه تو اینایی که من دیدین من هیچ کدومشون جمله با آی نداشتم. حالا من الان میخوام این جمله با آی بهتون بگم. ببینم نکتهشو احتمالا نمیدونی ولی الان بهتون میگم. مثلا I'm a good student. I'm or I am a good student. با توجه به این چیزایی که من گفتم الان am میشه auxiliary verb من. پس بعد منفی کنم بگم amends که بهتون گفتم amends نداریم و از طرفی هم amnot هم نمیتونیم بذاریم چون گفتم اینجا همیشه باید دوتا لغت باشه. پس چی چی آی بذارم؟ I'm a student چی چی آی میخوام تگش کنم؟ نکته در رابطه با am بچه اگه میخوایم میگیم I am منفی اون ورش استثناء میشه aren't I. حواسا I am a good student, aren't I? I'm a good student, aren't I? I'm a good student, aren't I? استثناء. خب حالا اگه بخوام با let's یه جمله بگم. Let's go. Let's eat. Let's have fun. Let's dance. Let's چه میدونم هر چیزی. Let's learn English. Let's do whatever. اگر یه جمله با let's بخوام بگم و بعدش بخوام بگم بکنیم این کارو، Let's learn English. Shall we? Let's learn English. Shall we? دقت برای let's همیشه اونور تگمون shall we. Shall we? Let's learn English. Shall we? Let's go out. Shall we? Let's dance. Shall we? Let's eat something. Shall we? Let's buy a new book. Shall we? پس اگر let's داشتین اونور همیشه تگتون shall بیه و اگر هم جمله با I am داشتین اونورش میشه aren't I. aren't I فقط همینا. اما اگه جملت منفی بود I am not a good student. I am not a good student. am I؟ اون جیگه ثابت میمونه. I'm not a good student. am I؟
اینم از تگ کوئسشن. امیدوارم که لذت برده باشین. ازتون میخوام چند تا جمله با حالتهای مختلف تگ اینجا بسازین بنویسین که هم خودتون یه تمرین کرده باشین، هم دوستاتون که میان کامنت ها میخونن از کامنت های شما یه چیزی یاد گرفته باشن. عکس تخته با کیفیت خیلی خوب تو چنل تلگرام هست، پس don't forget to join، فراموش نکنید که جوین بشین. لینک چنل تلگرام زیر ویدیو هست، تو دسکریپشن یوتیوبمونم هست. اگرم که این ویدیو رو دوست داشتین خیلی خوشحال میشم اگه لایکش کنید و به دوستان خودتون معرفی کنید. و مثل همیشه حرف آخر، لطفاً اگر موضوعی هست که دوست من در رابطه باش براتون ویدیو درست کنم، بسیار خوشحال میشم من در جریان قرار بدین. Till another video, take care, see you soon and bye bye.